خب سلام دوستان، به ویدیو دیگه خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه باکس بروکر رو روی پلتفرم جایکیو انجام بدیم. خب بدون معطلی به وی پی ان خودتون متصل شین، باکس دپلوی کنید و تارگت آی پی خودتون از اینجا دریافت کنید. دقت داشته باشین که گفته حداقل 6 تا 10 دقیقه بهش فرصت بدین تا به صورت کامل بوت شه و میریم که در واقع راست اسکن رو ران کنیم تا پورتای بازو بهمون نشون بده. 535 SV version enumeration, SC default scripts, ONE output داشته باشیم توی directory nmap، اسمش هم میذاریم all ports. خب همونطور که میبینید دوتا پورت برامون پیدا کرد، 22 به صورت default SSH، 1883 به صورت default MQTT که در واقع یک network protocol برای مسیج کردن حالا بین دوتا دوایس، 8161 هم که نمیدونیم در واقع چی هستش. خب میریم که در واقع ببینیم 8161 چیه. خب همونطور که تایتل در واقع وب پیج بهمون میگه اپاچی اکتیو ام کیو که خب روی پروتکل ام کیو تی تی میخوابه، حالا باش کار داره و برای منیج کردنش مثلا که اینجا در واقع آپشن داره منیج اکتیو ام کیو بروکر که ازمون در واقع یک بیسیک اتنتیکیشن میخواد که اگه دیفالت در واقع کریدنشلز ادمین رو بزنیم میبینید که در واقع لاگین میشه به صورت کامل و هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب اینجا ما چند تا در واقع آپشن داریم که میتونیم بزنیم. یکیش حالا توی MQTT شما اگه بخواید به چنلی حالا یا تاپیکی سابسکرایب کنید، اینجا اسم تاپیکا رو میزنه که اگه بزنیم ببینیم که یک تاپیک نیم داریم به اسم سیکرت چت. خب حالا یکی در واقع از سوال‌ها یا همون تسکای این باکس اینه که در واقع چه بازی یا ویدیو گیمی پاگو مکس دارن در برش صحبت میکنن که به همون هینتش اگه دقت کرده باشین میگه که از یک MQTT کلاینت استفاده کنید و MQTT اکسپلورر doesn't work، کار نمیکنه، و از در واقع کلاینتی هم که استفاده میکنید مطمئن باشین که ورژنش 3.1. خب من بعد اینکه کلاینت های مختلف رو در واقع تست کردم، مسکیرو ساب اوکی بود، یعنی اون کاری که میخواستم انجام داد. پس میریم که بهش متصل شیم و ببینیم که این مسیجی که اینا میدن راجع به چیه. اچ که هستمونه، داش پی پورتمونه 1883، داش یوزر ادمین، پسورد ادمین، اسم تاپیکمون هم که سیکرت در واقع چی بود، سیکرت چت بود، دی واسه دیباگ، داش وی وربوس و ورژن هم همونطور که گفتیم MQTT ورژن 3.1. خب همونطور که میبینید اینجا در واقع سابسکرایب شدیم و مسیج حالا داره میاد. اگه اینجا یه بار وایسیم، چون به صورت یه اسکریپت داره روی سیستم بک‌اند ران میشه این مسیج ها، کامل میتونیم حالا به اون در واقع جوابی که میخوایم برسیم. خب اونو میذاریم ران شه و میریم که در واقع RCE یا حالا فوت هولدمون رو داشته باشیم روی باکس. خب من خودم که اول داشتم این باکس رو انجام میدادم خیلی کار، یعنی در واقع طول کشید، نباید انقدر طول میکشید، ولی خب دیگه CVE شو پیدا کردن یه خود زمان برد برام. ما اگه اینجا در واقع بیام اینجا دقت کنیم میبینید که اصلا ورژنمون 5.9. پس اگه یک سرچ اسپلویت کنیم اکتیو MQ، میبینید که چند تا در واقع اکسپلویت داریم که دو تاش واسه در واقع متا اسپلویت روبیا که این که اصلا با ورژن ما کار نداره، اینم کار نداره، اینم کار نداره. حالا این میتونه 5.9 باشه، اینم میتونه حالا باشه که من جفتش رو امتحان کردم. این سی وی ایش درسته، دایرکتوری تریورسال در واقع شل آپلوده که توی در واقع ماجول متا اسپلویتش کار نمیکنه، ولی سی وی ایش درسته. پس اگه ما در واقع اکتیو ام کیو سی وی ای رو بزنیم که لیست سی وی ای ها رو برامون بیاره، بریم توی سی وی ای دیتیلز، میبینید که سی وی های مختلف رو میاره که حالا ما چی میخوایم، کد اکسیکیوشن یا حالا آر سی ای میخوایم که این در واقع دی سریالیزیشن، یه خورده تلفظش سخته. همونطور که میبینید اینجا دهنم سرویس شد تا در واقع اینو امتحان کنم که آخرم جواب نداد، حالا شاید من مشکل داشتم باهاش، ولی سی وی های مختلف که داشتم در واقع چک میکردم، این سی وی ای 2016-38 واسه The File Server Web Application این Apache Active MQ، حالا این ورژنی که ما میخواییم، اجازه میده که با استفاده از method put و move در واقع شل آپلود داشته باشیم. پس ما این سی وی ای رو میگیریم، اگه بتونم کپیش کنم
و میزنیم proof of concept یا پاک و توی گیت هاب که یک در واقع proof of concept ازش داشته باشیم که حالا اونایی که من استفاده کرد، یعنی اونی که من استفاده کردم و بهم جواب داد، اگه بتونم پیداش کنم. اینا نیست ولی خب میتونیم اینا رو هم امتحان کنیم. پاک گیت هاب درست زدم. آره بریم ببینیم که چه خبره. خب من از اونجایی که حالا اینو امتحان نکردم نمیگیرمش، میرم حالا تو گوگل دنبالش میگردم و وقتی در واقع اون proof of concept رو که خودم استفاده کردم پیدا کردم، ویدیو رو برمیگردونم. خب دوستان اون سی وی یا همون proof of concept که دنبالش بودم رو پیدا کردم. شما اگه یک کافی حالا اسم اون یوزریه که این سی وی رو گذاشته بزنید بعدش، بیان توی این گیت هاب ریپوزیتوری در واقع میبینید که همچین چیزی هست و ما اینو میخوایم، این اسکریپت پایتون رو میخوایم. را رو میزنیم که در واقع کدش رو بیاره، کلش رو کپی میکنیم، میاریمش توی script.py. و شما اگه اینجا دقت داشته باشین که در واقع چه شکلی ازش استفاده میکنه، میگه که بهش URL رو میدین، یوزر رو میدین، پسورد رو میدین و یک شل .jsp که اگه ما بزنیم مثلا shell.jsp و همه اینا رو بیام ببینیم که کدوم شل حالا خوبه یک وب شل در واقع JSP داشته باشیم. ریورس شل JSP رو میگیریم. میتونیم اینو داشته باشیم امتحان کنیم ببینیم که .jsp چیه. خب میریم که در واقع اسکریپت رو ران کنیم. همونطور که اینجا دیدیم ازمون یک URL میخواد، پس URLمون در واقع target IPمون اینه. روی پورت هم همراهش میداد یا جدا میداد؟ آره مثل اینکه همراهش میداد. 8161، یوزر ادمین، پسورد ادمین و شل، اگه درست گفته باشم، آره shell.jsp. خب مشکل کجاست؟ آها http. could not match URL. یوزر ادمین دارم درست میرن دیگه. URL http 881، یوزر ادمین، پسورد چی؟ آهان مثل اینکه یوزر و پس رو باید اینجا چی کنیم، نمیدونم چرا من حواسم نبود، ولی خب همونطور که میبینید مثل اینکه داره کارش انجام میده. method put روی فایل سرور حالا اینو داره تست میکنه و بریم که در واقع این پی ام آر هم ببینیم. چندین بار اومده، این در واقع همون MQTT سرورمونه که اینجا متصل شدیم بهش که دارن راجع به اون حالا بازی صحبت میکنن که ازمون سوالشو خواسته که اینها Have you ever played the video game Hacknet؟ خب میبینید که شلمون هم سکسس داشت و گفته که روی API اینجا قرارش داده. پس اگه ما بریم به این URL، خب مثل اینکه در واقع اون شلمون اوکی نبود، ریورس شلی که گذاشتیم، من یک ریورس شل خوب پیدا میکنم و وقتی که برگشتم، یعنی پیدا کردم، دوباره ویدیو رو برمیگردونم. خب دوستان من یک JSP شل خوب پیدا کردم، حالا یا وب شل. اگه بیان شما اینجا اینو به صورت کامل کپی کنید و بذارین در واقع توی shell.jsp بذارید، این شلتون باشه و دوباره در واقع کامند ران کنید، میبینید که شل درست رو در واقع آپلود کنم، همه چی اوکی میشه و ما یک وب شل میگیریم روی در واقع وبسایت. من یه بار دیگه ران میکنم با این JSP شل، حالا گیتابش هم اینه.
یک لسنر میذارم که آماده باشه. همطور که میبینید سکسس شد و شل گذاشت. حالا اگه ما بریم اینجا LSO بزنید، میبینید که در واقع ما یک وب شل داریم که روی سیستم بک اند کامنت اکسیکیوت میکنه و RC گرفتیم. پس با استفاده از NC بین بش رو اکسیکیوت میکنیم و متصل میشیم به 10.9.187.45 روی 1.2.3.4. اگه درست باشه و بله، خب میبینید که ما کالبک رو گرفتیم، استیبلایز میکنیم شلو، ایمپورت pty.spawn، بین بش رو در واقع اسپان میکنیم، stty را ماینس اکاو fg اکسپورت، ترممون رو در واقع اکسترن میذاریم که بتونیم کلیر کنیم. و خب حالا اگه sudo l بزنیم که لیست کنه چه چیزهایی رو میتونیم به عنوان sudo رو در واقع ران کنیم، با استفاده بدون نیاز به پسورد توسط یوزر روت میتونیم همچین اسکریپتی رو در واقع ران کنیم. حالا ما اگه در واقع lsl رو روش بزنیم میبینید که متعلق به همین یوزریه که ما هستیم، اکتیو ام کیو، و مسلما خب وقتی متعلق به ما باشه حق داریم که مودیفایش کنیم. پس یعنی در واقع به زبان ساده اینه که میتونیم به عنوان روت هر اسکریپت پایتونی رو که بخوایم ران کنیم. خب پریویس کردن که دیگه خیلی راحت میشه، میتونیم به راحتی مثلا در واقع بیم بش رو کال کنیم. پس ایمپورت او اس رو مثلا میزنیم، او اس دات سیستم بیم بش، یه بار کتش کنیم که همه چی اوکی باشه، بیایم بالا او اس رو ایمپورت میکنیم و خب همه چی اوکی نیست، من اینجا یه داشی رو در واقع جا انداختم. اوکی شد. خب حالا اگه sudo الو بزنیم و اینو ران کنیم، همونطور که میبینید در واقع بش رو به عنوان یوزر روت ران کردیم و روت رو به همین راحتی گرفتیم. اگرم بریم توی دایرکتوری روت میبینید که root.txt اینجاست و به راحتی میتونید ریتریوش کنید. خب امیدوارم که از این walkthrough لذت برده باشید. باکس جدیدی بود، من خودم تا حالا با MQTT کار نکرده بودم، برام جالب بود، خیلی در واقع زمانم برد این CVE رو پیدا کردن، کلی سر اون در واقع اون یکی CVE که بهتون گفتم، حالا تلفظش هم خود سخت زمان برد برام، ولی آره دیگه کلا باکس جالبی بود. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارین اگه ویدیویی خواستین که بسازم در آینده، و تا ویدیوی بعدی خدافظ.